بسم الله الرحمن الرحیم. محسن عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. با درس چهارم فصل سوم مضمون اساسات دیجیتال خوش آمدین. موضوع درسی امروز ما یا این ساعت ما عبارت از گیت های اکس، نات، اور و گیت بافر. گیت بافر گیت اکس نور یا گیت اکس نات اور چگونه یک گیت است؟ گیت اکس نات اور متمم اکس اور است، یا ما میتونیم بگویم که get not XOR. فقط و فقط از نظر سمبول get X not OR با get NOR یک حباب در آخر خود میداشته باشه، یک حبابی کوچک در قسمت خروجی خود میداشته باشه. ای گیت گیتی هست که حد اقل دوردی و بیشتر از دوردی میتونه داشته باشه و نظر به عملیات بولی که ای گیت داره دارای یک خروجی میباشه. زمانی که وردی ها برابر باشه، یکسان باشه، خروجی یک است، چرا که ما در گیت نور خوندیم که چگونه خروجی صفر و یک می شد، اما در گیت اکس نات اور زمان می که نتیجه یک هست که تعداد ورودی ها یکسان باشه، برابر باشه. ما برای شناخت get x not or هم سه مشخصه داریم. مشخصه اول عبارت از سمبول گرافیکیش است که سمبول گرافیکی آن نظر به دو متحول x و y قرار زیل است. ما get x or داشتیم، get x or یک منحنی داشتیم و گیت اور داشتیم. می که در گیت اکس نور ما یک حباب کوچکه در قسمت خروجی گیت ترسیم میکنیم که نتیجهش سمبولی به وجود میه، شکلی که به وجود میه عبارت از سمبول اکس نور میباشه که ما نتیجه را به زید میمانیم. مشخصه دومی ای گیت عبارت از جدول صحت یا جدول درستیش هست که ما دو متحول داریم، متحول x و متحول y، نتیجه هم زید. ما چون دو متحول داریم، دو به نمای دو مساوی بشه با چهار، باید چهار ریکارد داشته باشیم. محسن عزیز، ما متحولین خود از صفر و صفر قیمت میتیم، بعد از او صفر یک، بعد از او یک صفر، بالاخره کاملا اردو متحول خود یک قیمت میتیم. نظر به تعریفی که کردیم، گفتم که زمان در گیت اکس نور ما نتیجه یک است که تعداد ورودی های ما یکسان باشه، در غیر صورت نتیجه صفر است. ببینید در اینجا صفر و صفر یکسان است، نتیجه یک است، و در اینجا متفاوت است، صفر. در آخرم چون متحول ما یکسان است، نتیجه ما یک است،
و ما مشخصه سوم گرت اکس نور ما عبارت از معادلش است که معادله آن عبارت از x زبر y زبر جمع x y. خب دقت کنید محسن عزیز، معادله گیت اکس نور ما که مشخصه نوع سومش است عبارت از زائد مساوی است x زبر y زبر این متمم متحولین ما جمع x و y. حال به خاطر که خوبتر و بهترتر درک بکنیم نتیجه جدول درستی خود در این معادله تطبیق میکنیم. مثلا ریکارد اول تطبیق میکنیم، زائد مساوی میشود x زبر، x ما صفر، زبر ما یک، به این معنی که متمم صفر یک است. y زبر، y ما صفر، متممش یک، جمع x ما صفر، y ما هم صفر، صفر ضرب صفر. پس نتیجه میگیریم که یک ضرب یک یک میشه، جمع صفر مساوی میشه به یک. پس دیدیم که نظر به معادله گیت اکس نور ما نتیجه در صورت یک است که هر دو متحول ما یکسان باشه، برابر باشه. نتیجه صفر که برآمده ایرم ثبوت میکنیم نظر به معادله خود که خوبتر درک بکنیم. دقت کنین محسن عزیز، x زبر در ریکارد دوم تطبیقش میکنیم، x ما صفر، x ما صفر، متمم x ما یک ضرب y ما یک، متممش صفر، جمع x ما صفر، y ما یک. پس نتیجه میگیریم که یک ضرب صفر صفر، جمع صفر ضرب یک صفر، که صفر جمع صفر مساوی به صفر است. حال نظر به قیمت گذاری متحولین خود که به اساس دو عدد باینری است صفر یک، ما خوبتر و بهتر درک کردیم که عملیاتی که یا عملی بولی که در گیت اکس نور ما وجود داره زمان نتیجه را یک میکشه که تعداد متحول ما برابر یکسان باشه و زمان نتیجه را صفر میکشه که تعداد متحولین ما برابر و یکسان نباشه. موضوع دومی که در این درس می‌خوانیم او عبارت از گیت بافر است. محسنین عزیز، گیت بافر همانند گیت نات است که دارای یک ورودی و دارای یک خروجی می‌باشد. به این معنی که دارای یک متحول ورودی و دارای یک متحول خروجی می‌باشد. اما خلاف گیت نات، گیت بافر متمم و یا برعکس نمی سازه متحوله. فقط و فقط گیت بافر به خاطر تقویه سیگنال استفاده میشه و یا هم به خاطر تأخیر سیگنال ورودی استفاده میشه. ببینیم محسن عزیز، گیت بافر گیتی نیست که وقتی که متحول ما x مساوی به صفر باشه وایر که خروجی میشه مساوی به یک بکشه.
فقط و فقط کار کرده ای گیت ما زمانی که ورودی ما صفر باشه خروجی رم صفر میکشه. تفکیک و فرقی که بین این گیت بافر و گیت نات هست در این هست که گیت بافر تقویه کننده سیگنال است. این سیگنال خروجی رو چی میکنه؟ تقویه میکنه. ما سه مشخصه که در دیگه گیت های اصلی و گیت های منطقی دیگر داشتیم ما در گیت بافر هم داریم که اولش سمبول است. سمبول گیت بافر تاور زیل است. که متحول ما X خروجی ما Y. همچنان مشخصه دوم گیت بافر ما عبارت از جدول صحت است. X, Y. هرگاه X ما صفر باشه Y هم صفر میکشه. هرگاه X ما یک باشه Y هم یک میکشه. و همچنان مشخصه نوع سوم گیت بافر ما عبارت از معادلش است که معادلش مساوی میشد به X مساوی به Y است. این سه نوع مشخصه گیت بافر است. مسئولین عزیز، بر علاوه ای که ما دانستیم گیت بافر با گیت نات چی تفاوتی داره، چی تفکیک داره، چه فرقی داره، ما رابطه با کار کرد و یا کاربرد گیت بافر هم صحبت میکنیم که گیت بافر چگونه گیت است، با کجا استفاده میشه، چی کاربرد داره. ما از بین همه کاربردهایش دو نوع کاربردش مورد بحث قرار میدیم. یک گیت بافر یگانه گیت است که به خاطر تقویت سیگنال استفاده میشه و همچنان به خاطر گرفتن انشعاب استفاده میشه. محسن عزیز، شما کلمه انشعاب میدانین که انشعاب یعنی بخش، یعنی قسمت. وقتی ما میخواییم که یک مدار به چند قسمت تقسیم بکنیم ما از گیت بافر استفاده میکنیم. موضوع دوم یا کاربرد دوم گیت بافر ایجاد تأخیر در سیگنال ورودی است. ایجاد تأخیر در سیگنال ورودی است. خب دقت بکنید محسن عزیز که موضوع دوم به چی معنا؟ وقتی که ما X هم مساوی به صفر در ای گیت وارد میسازیم، ای گیت چون هدفش تقویه سیگنال هست و سیگنال خروجی را تقویه میکنه، در اینجا یک تأخیر صورت میگیره. تأخیر در برای چی؟ بر ورودیه، بر متحول چی؟ ورودی. پس دو نوع کاربرد عمده گیت بافر ما خواندیم که عبارت از تقویه سیگنال و گرفتن انشعاب، دومش ایجاد تأخیر در سیگنال ورودی. ما درس خود یک نتیجه گیری میکنیم محسن عزیز. ما امروز در این ساعت درسی خود دو نوع گیت مورد بحث قرار دادیم. گیت اکس نور بود و گیت بافر بود. گیت اکس نور خود گفتم که عبارت از گیتی است که دارای دو متحول حداقل و چندین متحول می داشته باشه و دارای یک خروجی می تانه داشته باشه. زمان خروجش یک است که تعداد ورودیش یکسان باشه، برابر باشه. و همچنان رابطه با مشخصه سین و مشخصش بحث کردیم که مشخصه سمبول بود، مشخصه جدول صحت بود و مشخصه معادلش بود. گیت دومی را که در این درس خود ما بحث کردیم گیت بافر بود که گیت بافر را گفتیم که از نظر تعداد ورودی و خروجی همانند گیت نات است و اما از نظر عملیه بولی تفاوت داره. تفاوتش در ایست که این متمم نمی سازه، برعکس نمی سازه، فقط و فقط
به خاطر تقوی سیگنال چی میشه؟ استفاده میشه که ای هم دارای سین و مشخصه داشت که مشخصه اول سمبولش بود، مشخصه دوم جدول صحتش بود، موضوع سوم یا مشخصه سوم معادلشان بود و موضوع آخری را که رابطه با گیتی بافر بحث کردیم عبارت از کاربردش بود که عبارت از دو نوع کاربرد، اولش تقوی سیگنال و گرفتن انشعاب بود، موضوع دومش ایجاد تأخیر در سیگنال ورودی بود. درس ما به اینجا به پایان رسید. پیروز و موفق و کامگار باشین. تشکر.